بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برخی از مفاهیم بسیار ارزشمند در دین ما، در اندیشه و آیین ما، اهمیتشون کمتر بیان شده، موجب سوء تفاهم‌های بزرگی شده. یکی از اون مفاهیمی که اهمیتش کمتر ذکر شده و هم موجب سوء تفاهم شده نسبت به دین، دین گریزی هایی رو ایجاد کرده، هم موجب سوء استفاده از این غفلت برای به بردگی کشیدن انسان ها شده، مفهوم حیاته. حیات، زندگی، بودن انسان، این چقدر ارزش داره در دین ما؟ یکی از جاهایی که ما میتونیم افتخار کنیم به دینمون، با زبان بین المللی بایستیم، بگیم که هر کسی در عالم هر کلامی رو میتونه بسازه، خیال پردازانه، هر کلامی رو میتونه از هر اندیشمندی، از هر افسانه ای، از هر مکتب و مرامی، از هر فلسفه ای بیاره، با کلام قرآن درباره حیات یک انسان مقایسه کنیم، قطعا این کلام بالاتر خواهد بود. طوری که قرآن درباره ارزش حیات انسان سخن گفته، دست همه رو بسته برای این که بتونن حتی شبیهش حرف دیگری رو بزنن. بالاترش که دیگه اصلا امکان نداره. وقتی ما از اهمیت حیات صحبت نمی کنیم، فکر می کنن ما تو عالم آخرت همش داریم سیر می کنیم، فکر می کنن ما همش دنبال مقررات خطا کردن، خطا نکردن آدم ها هستیم، فکر میکنن ما فقط مسائل ماورایی رو داریم اهمیت بهش میدیم، ارزش براش قائلیم. نه، یه کمی درسته ما برای خدا خیلی ارزش قائلیم، فوق العاده، برای دستورات خدا هم خیلی ارزش قائلیم، برای آخرتمون هم خیلی ارزش قائلیم، برای اولیاء خدا هم خیلی ارزش قائلیم، اینا رو همیشه میگیم، ولی چیزی که کمتر ازش حرف میزنیم اینه که یادمون باشه ما برای حیات انسان هم خیلی ارزش قائلیم. ما حتی اینو باید آموزش بدیم. نمیدونم کجای دبستان و در کجای دبیرستان اون رو تکرار کنیم. حیات یک انسان خیلی اهمیت داره. این هم غباری رو از روی چهره غریب دین برطرف میکنه که خیلی ها که اومانیستی نگاه میکنن، خیلی ها که انسانگرا هستن، خیلی ها که میخوان زمینی همه چیز رو تحلیل کنن، ارزش انسان رو به قول خودشون بالا میدونن، بدونن که ما بیش از هر اندیشه محتملی در عالم دینمون برای حیات انسان ارزش قائل شده.
فقط این نیست مواظب باش جهنم نری، فقط این نیست مواظب باش بهشت بری، فقط این نیست مواظب باش خدا ازت ناراحت نشه، فقط این نیست برای دین، برای اولیاء دین فدا بشی، فقط اینا نیست، فقط حتی موضوع سعادت بشر نیست، قبلش و در میانه همه این مفاهیم ارزشمند حیات انسان خیلی ارزش داره. چقدر؟ آیه قرآن رو براتون بخونم. کی میتونه کجا چجوری امکان داره حرفی به این اندازه عمیق دقیق و بلند در ارزش حیات انسان بیان کنه؟ امکان داره؟ اگه این اینو بگن که خب اینو فرموده از خداوند متعال دیگه، هر چی بگن میشه پایین تر از این. در سوره مائده آیه 32 میفرماید خداوند متعال، ما این رو قبلا هم گفته بودیم به بنی اسرائیل، من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی یه آدم رو بکشه حیات رو ازش بگیره انگار همه آدمها رو کشته، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، ارزش حیات یک انسان، نه ارزش حیات انسان به طور کلی، نه ارزش حیات یک انسان معادل است با ارزش حیات همه انسان ها. خب کسی بالاتر بگه، کرات و تمام کهکشان ها رو بیار بگو ارزش حیات یک انسان از همه کهکشان ها بالاتر. ما که بالاترش رو گفتیم، کهکشان ها چی هستن که مقایسه بشن با همه انسان ها؟ انسان ها که ارزششون بالاتر از کهکشان هاست. ما هی علیه ظالمان حرف میزنیم یادمون میره بگیم راستی ما اگر خونمون به جوش میاد اخبار میانمار رو میشنویم، حیوان میدونیم کسی رو که بی تفاوت نسبت به قتل انسانها در اثر ظلم و فساد انسان نمیدونیم او رو. یادمون میره بگیم که ببینید راستی ما میدونید چرا به جوش میاد خونمون؟ چون برای حیات یک انسان دین ما انقدر ارزش قائله، معادل است با حیات همه انسان ها. میگن چرا یه نفر رو میکشه قصاص میکنید؟ بابا کوتاه بیای، حالا نمیخواد قصاص بکنید. میدونید چرا قصاص میکنیم؟ اگه یه نفر 1,000,000 نفر رو کشته بود باید قصاص بکنیم یا نه؟ و بله 1,000,000 که خب پس تو شعور نداری که نمیفهمی که وقتی کسی یه نفر رو کشت یعنی همه انسان ها رو کشت. اینا اگه شعورت برسه نمیگی قصاص نباشه. ببخشید دین ما خیلی بها میده به ارزش حیات یک انسان. موضوع بحث ما مؤثرترین مفهوم در حیات بشره. گفتم اول یک کمی در مورد حیات صحبت کنیم. البته خیلی هیجان انگیزه درباره حیات بشر صحبت کردن، مثل رصد کهکشان ها میمونه. خیلی اگه این کارو کرده باشید و اگه این کارو نکردید که حتما این کارو بکنید، رصد خانه برید، خیلی هیجان انگیزه. جهان لایتناهی رو آدم میره توش سیر میکنه با چشمش، با این وسائلی که هست تو رصدخانه ها چقدر لذت میبره، شکوه و عظمت عالم هستی. خب حیات یک انسان شکوهش خیلی بالاتر از همه اوناست، لذا آدم تو مقدمه صحبتم میخواد از حیات صحبت کنه صداش در میاد، فریاد میزنه و اینا و اینا. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیه؟ مؤثرترین مفهوم در حیات بشر
ببخشید قبلش بذارید عرض بکنم، میدونید درباره حیات بشر داریم صحبت میکنیم؟ نه حیات تازه یک انسان، حیات بشر که هر یه دونهش ارزشش معادل ارزش تمام انسان هاست. ما به حیات خیلی اهمیت میدیم. غربی ها به حیات بشر اهمیت نمیدن. به احکام حقوقیشون نگاه کنید. خیلی جاها یه قیافه ای هم میگیرن ها، اون پوزیشن انسانگرایانه شون خیلی جالبه که در اوج حماقت، ایبی نداره اگر ولی یه دم بگذره قصاص نکنه، یه لطفی از خودش نشون بده، یک مرتبه عالی از حیات رو به نمایش بگذاره، قاتل رو ببخشه، ولی قاتل جرمش انقدره که باید به قتل برسه. چرا؟ جرمش چقدره؟ جرمش کشتن همه انسان هاست. چند تا بمب اتم باید بزنن تا همه انسان ها رو بکشن؟ تازه همه انسان های این دوره از زندگی در روی زمین. حالا یک کسی همه رو بکشه، میخواید آیه قرآن یه بار دیگه مرور بفرمایید بعد از این و کمی بیشتر تعجب و تعمق بفرمایید که ببینید که ما یه دونه کلمه اضافه نکردیم. کسی یه آدم رو بکشه همه ی انسان ها رو کشته. البته میفرماید بی خود بکشی، از رو فساد یا از روی ظلم و فساد، یا اینکه او قاتل که نبوده، او که همه رو نکشته که چرا کشتیش؟ یعنی او کسی را نکشته چرا کشتیش؟ حیات انسان خیلی ارزشمنده. اثر تربیتی این بحث چیه رفقا؟ ما میتونیم دقیقاً 12 شب درباره ارزش حیات بشر با هم گفتگو کنیم. شما حتما توجه میفرمایید. ولی خب موضوع ما یه چیز دیگه است. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیه؟ من نیمی از قسمت اول صحبت امشب رو میخوام به گفتگو درباره حیات بشر اختصاص بدم. اثر تربیتی این بحث چیه؟ اثر نگرشی این بحث یکیش اینه که متوجه میشن ما چرا اینقدر به ظلمی که به حیات بشر میشه حساسیم. انسانی که دین تربیت میکنه به ظلم حساسه. نباید جلوش بیگناه بکشی، به هم میریزه، میکشدت، شر تو از عالم کم خواهد کرد. به سردمداران دولت‌های استکباری که عین آب خوردن آدم میکشن باید گفت اینو، این مسلمون‌ها شما آدمکش‌ها رو یه روزی تیکه تیکه میکنن، نسلتون رو از رو زمین بر میدارن، از شما خبیث‌تر کسی نیست. حضرت امام یه بار میفرمود بهترین دعا برای رئیس جمهور آمریکا اینه که خدا مرگش رو برسونه. صریح میفرمود، اسمم میبرد، میفرمود برای اینکه روز به روز داره جهنم خودش رو داغتر میکنه، زودتر بمیره کمتر جهنم برای خودش تأمین کنه. کو این ادبیات در سیاستمداران ما؟ فهم کمه یا ترس زیاده؟ حیات برای ما خیلی مهمه. سر یه بیگناه و داعشی ها بریدن، بعد فیلم ازش گرفتن پخش کردن. این جنایت در زمان ما رخ داد. طبق قرآن عرض میکنم همه رو سر بریدن. این کلام مبالغه آمیزه که الان من گفتم؟
یا اندازه ها دستت نیست. خب ارزش دادن به حیات، یعنی درک ارزشی که حیات دارد، ما نمیخوایم ارزش بهش بدیم. در دین ما تحولی رو در نگاه ما ایجاد خواهد کرد. نگاه ما به ظلم یه نمونشه، خب نگاه ما به نجات بشر یه نمونشه. خب از این بحث بگذاریم، اثر تربیتی و روحیش چی هست؟ اثر معنوی ارزش حیات چی هست؟ آدم رو شاکر قرار میده، البته دقیق صحبت کنم، آدم رو شکور قرار میده. کسی بتونه از حیات خودش، به خاطر حیات خودش، به خاطر اینکه خلق شده، از خدا تشکر بکنه، میره جزو آدمای شکور. و قلیل من عبادی الشکور، کمن اینا، جزو نابترین و نادرترین انسانهای خلقت خواهد شد. و رفقا، همه شمایی که در رنجهای زندگی صبر میکنید، الحمدلله خدا انشالله رنجاتون هم کم بکنه، پاداش هم برای صبرهای شما عنایت خواهد کرد انشالله، بدونید اجر شکر از اجر صبر بالاتره. خب تشکر کن خدا رو به خاطر اینکه تو رو خلق کرد. اگه ارزش حیات رو میدونستیم میگفتیم خدای همین که زندم، حیات به هم دادی، پا ندادی، رو ویلچر میشینم، ولی حیات که دادی. یه دانشجویی بود توی دانشگاه هنر سالها پیش، من اونجا خیلی رفت و آمد داشتم، یه کلاسی داشتیم، رفقا دور هم دیگه می اومدن، از اینایی که حضور غیاب و نمره و اینا نبود، بحث نهج البلاغه بود. بعد یکی از بچه‌ها گفت فلانی دیدی بعضی وقتا دیر میره، زود میاد نمیدونم چی، میدونی مقیده بره کفشا رو جفت کنه. یه جایی بود ما می نشستیم رو زمین، حالت میخواستیم غیر کلاسی باشه، گفتم واقعا این حرف اینجا به جبه هست کسی اینجوری خوب برخورد میکنه و با تواضع و اینا؟ برام عجیب بود. یکی دو سه تا دیگه از این چشمه ها ازش دیدیم، بعدا تصادف کرد قطع نخا شد. اینقدر آدم خوبی بود، من خدا شاهده از سر ناراحتی روحی نتونستم برم ملاقاتش. گفتم ببین، بهش بگید من نمیتونم تو رو اینجوری ببینم. گفته بوده بی نداره، خیلی براش احترام قائل بودم، اصلا مونده بودم این چرا آخه اینجوری شد. رفیق آدم باشه، جوون 22 سالش بود، سنش هم بکنم که ارشد میخوند اون زمان، ویلچری شد، تمام شد رفت. یه روز توی یکی از مراسمهای دانشگاه دیدمش، بوسه بارانش کردم، گفتم ببین تو میدونی من تو رو خیلی دوست دارم، فقط طاقت نیاوردم بیام ببینم. گفت میدونم، حالت چطوره؟ شروع کرد شاکرانه حرف زدن، اینقدر زیبا، اینقدر زیبا، اینقدر زیبا. تمام کتابایی که من خوندم و تمام کتابای دینی که من نخوندم در مقابل ایشون و معرفتش کم آوردن. این خاطره از این آدم هیچ وقت یادم نمیاد. میگفت من هستم، میدونی این خیلی مهمه، خدا حیات رو به من داده. البته میدونید اینجور آدم ها وقتی از دنیا میرن دوباره بازم موقع دنیا از دنیا رفتن هم شکر میکنن و میگن حیات بهتر گیرم داره میاد. اثر معنوی ارزش حیات اینه که انسان رو شاکر میکنه. این مقدمه اول. چرا ما دنبال مؤثرترین مفهوم در حیات بشر میگردیم؟
چون انسان فطرتاً دوست داره بهترین حیات رو داشته باشه. نمیدونم من امشب خیلی ناراحتم یا همیشه یاد این مفهوم ها میفتم خیلی ناراحت میشم. میخوام بگم خاک بر سر کسانی که یه کاری میکنن بشر دنبال بهتر کردن حیات خودش نباشه. او رو به حد اقلی از حیات قانع میکنن. و تصور من از فرهنگ منحط و رذیلانه و غیر انسانی و تفکر احمقانه و جاهلانه غربی اومانیستی که تو دنیا حاکمه اینه که زشت‌ترین کارشون اینه که بشر رو به حد اقل حیات قانع میکنن. دین چرا مشکل داره با اینا؟ بهش دین به انسان میگه ببین تو باید خیلی زنده باشی. حیات این نیست که تو داری الان شبیه جمادات داری زندگی میکنی، یک کمی از حیوانات هم زدی بالا، یک کمی تو میدونی چشم قلبت باز بشه چی میشه، گوش روحت باز بشه چی میشه، دستت ید اللهی بشه چه اتفاقی میفته، قدمت قدم خدا باشه چی کار میکنی رو کرات آسمانها، تو میدونی فهمت میتونه به کجا برسه. فلنحیینه حیاتا طیبه، به طیبه شما کاری نداشته باشید. علامه طباطبایی میفرماید اینجا خدا میفرماید اگر کسی آدم خوبی باشه من یه حیات دیگه بهش میدم که طیب است، نه حیاتشو خوب بکنم. علامه طباطبایی میفرماید معنای حیات طیبه این نیست که همین حیاتی که داره پاکیزش میکنم. اگر این بود باید به زبان عربی جور دیگه ای خدا صحبت میفرمود. میفرمود چی؟ میفرمود من طیبه میکنم حیاتش را. میفرمود فلن نحیین نهو، یه حیات دیگه بهش میدم. اصلا اون حیات با این حیات فرق میکنه، یه بار دیگه به دنیا میاد، از رحم مادر طبیعت خارج میشه، دست و بالش باز میشه، نافش رو از طبیعت مادر میبرن، راه میره، حرف میزنه، میشنوه، میبینه، غذا میخوره، رشد میکنه. دو تا حیات داریم تو قرآن رسمن. اون کلمه خاک بر سری که گفتم خیلی سنگین ترش شایسته اون کسانی است که انسانها رو فریب میدن به حد اقلی از حیات قانع میکنن. از اینجا دعوا شروع میشه، بیدینی از اینجا آغاز میشه. دین چی میخواد بگه مگه؟ دین میگه حیات ارزش داره، حیات تو فربه کن، خیلی زنده باش، خیلی از حیات بهره ببر. خدا ناراحت میشه از بنده ای که از حیاتش خیلی بهره نمیبره. خب معلومه شما از اولش هم از حیاتت خیلی ممنون نبودی، براش ارزش قائل نبودی که بعد بخوای فربهشم بکنیم. آدم یه زمین قیمت داشته باشه، یه خونه خیلی گرون روش میذاره، سر یه زمینی که قیمت نداره که آدم نمیره میلیاردی خرج بکنه خونه عالی بذاره اونجا، که میگه این زمین قیمت نداره، چی خونه اینجوری ساختی تو بیابون بر برهود؟ مؤثرترین مفهوم در حیات بشر کی دنبال مؤثرترین مفهومه در حیات بشر؟ کسی که میخواد حیات خودشو فربه بکنه. مشکل ما با تفکر غربی
با این فرهنگی که باهاش مقابلیم، با این تمدن پوسیده و پست، اینه که انسانها رو به حد اقل حیات قانع میکنه. و اصلا خوشبخت کیه؟ تو فیلماشون نگاه بکنید، موفق کیه؟ انسان موفق، انسان برتر کیه؟ چقدر بهره از حیات داره؟ آرزوها رو کجا میبرن؟ سقفش رو نگه میدارن، دیگه براش هر کاری بکنن زشته، پسته، لجنه. اول آیات قرآن دیدید میفرماید سمون بکمون عمیون کورن کرن لالن. خب من میخوام پای این آیه کمی مناجات کنم با خدا، زجه بزنم. باشه خدای ما منافق نیستیم سمون بکمون عمیون، کافر نیستیم سمون بکمون عمیون باشیم. حالا چقدر گوشمون بازه؟ بله خب کور نیستیم الحمدلله، چون گفتید مؤمن بشه، تقوا داشته باشه، اولائک هم المفلحون، اینا رستگار میشن، بقیه سمون بکمون عمیون. خب من حالا سمون بکمون عمیون نیستم الحمدلله، چقدر چشمم بازه، چقدر گوشم بازه، چقدر میبینم. بکمون، چقدر گنگی نیستم، زبونم بازه. میفرماید که من اگه ببینم مخلص باشه زبونشو باز میکنم، چشمه های حکمت از قلبش بر زبان جاری میکنم. چیزی که تو باید بری بخونی همینجوری میگه تو هوا، چون زبونش بازه. من سمون بکمون عمیون نیستم مثل مرده ها که توصیف کافران است. خدایا تو فرمودی در قرآن، حالا میخوام اون ورش رو ببینم. چشمم میبینه، چقدر میبینه، چقدر گوشم میشنوه، چقدر زنده، چقدر، چقدر حس میکنم امام حسین داره نزدیکی کربلا میشه، چقدر قلب مقدس امام زمان رو حس میکنم، اون قلب خیلی نزدیک منه. ایشون میتونن از ما بپرسن تو چطور حس منو درک نکردی؟ اومد گفت گاهی آقا امام صادق دلم میگیره، گاهی هم خوشحال میشم نمیفهمم برای چیه. فرمود ما اهل بیت، ما امام تو، وقتی دلمون میگیره تو دلت میگیره دیگه، وقتی ما شاد میشیم تو شاد میشی دیگه. یکی این برو جلوتر، وقتی به چه دلیل امام زمان شاد میشرم میفهمی. فقط زنده باش، یکمی زندگی کن. سر چی میخوایم دعوا کنیم؟ مؤثرترین مفهوم در حیات بشر که ارزش قائل برای حیات، ولمون کن تو رو خدا. مؤثرترین مفهوم برای چی میخوای؟ میخوام حیات رو فربه کنم. برو بابا تو هم حال داری، کی دنبال فربه کردن حیاته؟ کی دنبال بهره حد اکثری از حیاته؟ این هم قسمت دوم صحبت. قسمت سوم صحبت دیگه بمونه، دیر من امشب اومدم خدمتتون، انشالله فردا شب خدمتتون عرض کنم. رفقا یالا بعد از صحبت اینا رو به شما عرض بکنم قبل از روزه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات تعبیری گرفته شده از کلام پیغمبر اکرم درباره ابا عبدالله الحسین. به حسین علیه السلام وقتی رسید در یکی از همین، خب نوشه دیگه میاد سمتش و اینها، فرمود ای زینت عرش خدا. ابا عبدالله الحسین 3-4 سالش بود، صدا زد یا رسول الله با وجود شما من کجا زینت عرش خدام؟
فرمود عزیز دلم، من خودم در شب معراج دیدم بر طاق عرش نوشته شده بود حسین سفینت و نجات و مصباح الهداست. تشبیه معقول به محسوس بخوایم بکنیم، اگه خدا یه تابلو زده باشه به دیوار عرش نوشته ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجات. حسین نجات میده علیه السلام. از چی نجات میده؟ از ندیدنم نجات میده، از باز شدن چشم و گوش انسان، از بسته بودن چشم و گوش انسان هم نجات میده. حسین حیات میده به آدم، حیات حد اکثری بخواید. نگه من میخوام آدم خوبی بشم، برو یعنی خوب بشم. آخه ممکنه حداقل خوب شدن ها رو شما در نظر بگیرید دیگه. چقدر این مثال تکراری، من گفتمش بازم میگم ببین نداره. اون نوجوان به من میگفت من خادم آقای بهجت شدم، داوطلبانه میرفتم تو روضه ها چایی میدادم، دبیرستان بودم. بعد یکی دوبار نرفتم، دیدم حاج آقا یه بار فرمودن که نیومدی، کجا بودی؟ فهمیدم آقا دوست داره من برم، دیگه میرفتم. بعضی وقتا هم آقای پیغام به من میدادیم پولو مثلا ببر بده اون محله فقیر، اصلا نمیدونستم چجوری آقا اونو میشناسه یا نه، دیگه به اوناش کاری نداشتم. یه چند روز رفتم مشهد زیارت، برگشتم برای دوباره یه کاری رفتم خدمتشون، گفتم آقا من مشهد بودم. فرمودن خب وارد حرم شدی امام رضا رو دیدی؟ گفتم نه امام رضا رو که ندیدم من زیارت. فرمود یعنی وارد حرم شدی امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب. بعد فرمودن که خواب امام رضا رو هم ندیدی تو این مدتی که مشهد بودی؟ گفتم نه. فرمودن که شما اصلا تا حالا امام رضا رو ندیدی این همه رفتی مشهد؟ گفتم نه. فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. مثلا 19 سال اینا سنش شاید بوده. عجب مشهدی نشد. وقت میدونید خدای بهجت میفرماد میرید روزه یعنی رفتید حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چرا بچه ها انتظار ندارید هر شب حسین و فاطمه رو ملاقات کنید؟ از ما گذشته، ما آدم نمیشیم، شما چی؟ پس به چه عشقی زندگی داری میکنی؟ آدم غم دلشو میگیره بعضی از زندگی ها رو میبینه، اصلا هیچ آرزوی بلندی تو زندگیش نداره. کنار بره ها هم که بری همین جوری هم دیکنی، برو تو برشون. پیامبران رو خدا همیشه میفرسته گله داری، دیدی؟ نگاهشون کن، این آرزوش چیه؟ میگه الان بخورم فعلا. میگه خب آقای بره، خانوم بره، بعدش میخوای چی کار کنی؟ میگه من در مورد بعدش فکر نکردم. خب بگو بعدش میخوام بخوابم. نه دیگه، میگه اصلا من به این چیزاش کاری ندارم. کی میبرندت مسلخ خونه؟ میگه اونا رو که دیگه اصلا فکر نمی کنم. به این میگن حیوان. تو رو خدا تفاوتمون رو زیاد کنیم. یا ابا عبدالله، من از زبون شما نمیخوام اینجوری حرف بزنم، ما شما خیلی گلید. از زبون خودم و نعوذ بالله امثال خودم میخوام بگم، یا ابا عبدالله ما وضعمون خیلی خرابه، اومدیم ولی میخوایم این دفعه رو با انتظارات خیلی بالا شروع کنیم. یعنی این دهه محرم صدای تو رو نشنویم.
نگاه غریب تو رو نشنویم. کی امام حسین به سال بعد ننداز، تجربه نشون داده من سال بعد خرابتر میشم. سال بعد برای من وجود نداره، برای تو عاشقات سالهای بعد فراوانی وجود داره، ولی برای من وجود نداره. خسته شدم از بس گفتم زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. چرا با خودت زندگی نکنم؟ چرا با خیالت زندگی کنم؟ باشه یا ابا عبدالله، من نمیخوام خودخواهی کنم، برای روزه های تو گریه میکنم و میسوزم، اصلش هم برای همین اومدم، ولی آقا حواست به ما باشه، تو نجات میدی. حالا این کمی از طرف شماها مناجات کنم با امام حسین. امام حسین، من تا حالا فکر میکردم فقط از جهنم نجات میدی، ولی فهمیدم اخیرا از مراتب پایین بهشتم نجات میدی، میبری اون بالا پیش خوده. کیا میتونن براش زجه بزنن؟ شهید حججی رو دیدی؟ بغض کرده بود به پسرش، میگفت دعا کنید حضرت بیبی به من نگاه کنن. بابا تو اینقدر بهت نگاه کردن دیگه چی میخوای دیگه؟ یه جایی بالاتر رو میدید. تازه قصه هم داره میخوره، ناراحت هم از گریه هم میکنه. معلومه این خواسته فقط براش جالب نیست، یه درده. برای اینکه دوستان در جریان باشن که این حرفایی که بنده زدم اصلا توش یه ذره مبالغه وجود نداره، و البته برای اینکه اساءه ادب به محضر بارگاه با عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشه، یک کوچولوی خاطره ای رو از مرحوم قاضی به شما نقل بکنم. ایشون حدود 40 سال ریاضت کشید، اون حیات دیگر رو بهش بدن. میفرماید که من حرم از ابوالفضل عباس بودم، اومدم بین الحرمین برم حرم امام حسین، دلم خیلی شکست. گفتم خدایا چقدر در خونت بودو هم بهم نگاه نکنی، چرا زنده نمی کنی منو؟ یه دفعه یه پیکی اومد کنارش، صدا زد اون چیزی که تو میخوای هر کسی تو عالم گرفته از همین حرمی که الان اومدی بیرون گرفت. برگشتم حرم ابوالفضل. من گفتم ابا عبدالله الحسین حیات میده، عباسش مأمور حیات دادنه، ابا عبدالله که شرش بالاتر از این حرف هست. میگه صورت به ذریح گذاشتم شروع کردم زجه زدم، یا ابوالفضل یا قمر بنی هاشم. میفرماد همون لحظه عباس یه عنایت کرد، چشمام باز شد، گوشم باز شد، متفاوت شدم و دیگه از اون به بعد یه زندگی دیگه. فلنحیینه حیاتا طیبه. دیگه ببین چیکار میکنی دیگه.
کاروان داره میره به سمت کربلا، دیدن دو نفر از دور میان، تا نزدیک کاروان شدن شناختن کاروان رو، به تاخت یه طرف دیگه رفتن. امام حسین علیه السلام فرمود پیداشون بیاریدشون. رفتن سراغشون، اومدن. آقا فرمود از کجا میایید؟ گفتن آقا از کوفه. فرمودن چه خبر؟ نماینده ما اونجا چی کار میکنه؟ مردم سرشون انداختن پایین. گفتن ما آقا میخواستیم از کوفه حرف نزنیم، فرار کردیم از شما. فرمود نه بگیم. یه روزه خوند یه جمله ای، اینقدر حسین گریه کرد، اینقدر گریه کرد، خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو داد، صدا زد آقا ما از کوفه خارج نشدیم مگر بدن مسلم ابن عقیل رو بی سر تو کوچه ها میکشید. اینقدر گریه کرد. یا ابا عبدالله، ما اون اندازه ای که تو برا مسلم گریه کردی هنوز برا خودتو گریه نکردی. امشب هم من روزه ابا عبدالله بخونم دیگه، میگم بعدش